اول تسالونیکیان فصل چهارم. دیگر این که ای برادران، شما از ما آموختید که چگونه باید زندگی کنید تا خدا را خوشنود سازید و شما هم البته از آن پیروی می کنید. اکنون به نام عیسی خداوند از شما استدعا و التماس می کنم که بیش از پیش مطابق آن زندگی کنید، زیرا می دانید به حکم عیسی خداوند چه اوامری به شما دادم. خواست خدا این است که شما پاک باشید و از روابط جنسی غیر مشروع بپرهیزید. همه شما باید بدانید چگونه بدن خود را همیشه تحت کنترل داشته باشید و آن را پاک و محترم نگه دارید و مانند ملت‌های خدا ناشناس دستخوش خواهش‌ها و شهوات جسمانی نگردید. در این خصوص شما هیچ وقت نباید از برادر خود سوء استفاده کرده یا به حقوق او تجاوز کنید، زیرا همان طوری که من قبلا با تأکید زیاد به شما گفته بودم، خداوند کسانی را که این کارها را می کنند جزا خواهد داد. خدا ما را با یک زندگی پاک خواسته است، نه به بدخلاقی. پس هر که این تعلیم را قبول نکند انسان را رد نمی کند، بلکه خدایی را که روح القدس خود را به شما عطا می فرماید رد کرده است. و ما درباره محبت برادرانه هیچ نیازی نیست که در خصوص آن چیز بنویسیم، زیرا خود شما از خدا تعلیم یافته اید که چگونه یک دیگر را دوست بدارید و شک نیست که در تمام مقدونیه شما با همه برادران همین طور رفتار می کنید. اما ای برادران، از شما درخواست می کنم که محبت شما روز به روز بیشتر گردد. آرزویتان این باشد که زندگی آرام داشته باشید و در کار دیگران فضولی نکنید و همان طور که قبلا به شما امر کردیم برای خرچ زندگی خود کار کنید تا زندگی شما تأثیر نیکو در بی ایمانان بگذارد و برای خرچ خود محتاج دیگران نباشید. ای برادران، نمی خواهم در مورد آنان که مردند بی اطلاع باشید. مبادا مانند دیگر مردم که هیچ امیدی به آینده ندارند غمگین باشید، زیرا اگر ما ایمان داریم که عیسی مرد و دوباره زنده شد، همچنین ایمان داریم که خدا آنان را که در ایمان به عیسی مردند همراه عیسی باز خواهد آورد. ما این را به حکم خدا به شما می گوییم. آن کسانی از ما که تا روز آمدن خداوند زنده می مانند زودتر از مردگان صعود نخواهند کرد. در همان موقعی که فریاد فرمان خدا و صدای رئیس فرشتگان و بانگ شیپور شنیده می شود، خود خداوند از آسمان به زیر خواهد آمد و اول کسانی که در ایمان به مسیح مردند خواهند برخاست و سپس آن کسانی که از میان ما زنده می مانند همراه با آنها در ابرها بالا برده خواهند شد تا در فضا با خداوند ملاقات نمایند و به این ترتیب ما همیشه با خداوند خواهیم بود. پس شما باید یک دیگر را با این کلمات تشویق کنید.